دوستان سلام، به دوره ساخت رزومه دو زبانی یعنی انگلیسی و فارسی و همینطور ارائه با نرم افزار مایکروسافت سووی خیلی خوش اومدید. من سعیدی ربات هستم، استادیار آموزش زبان انگلیسی و قراره تو این دوره همراه و هم‌آموز شما باشم. دورمون دوستان دو تا بخش داره، یه بخش نظری و علمی در خصوص رزومه و ارائه هست و در بخش دوم با هم دیگه به طور عملی میریم رزومه انگلیسی و فارسی و همینطور یه ارائه خوب با نرم افزار مایکروسافت سووی رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. بدون هیچ گونه معطلی بریم سراغ قسمت اول آموزش. ابتدا باید بدونیم که اصلا رزومه چی هست. رزومه دوستان یه سنده، یه نوشته هست که میتونه متنی باشه یا چند رسانه‌ای باشه. منظور از چند رسانه‌ای یعنی ویدئو باشه، عکس باشه، صوت باشه، تصویر باشه. داخل این متن یه سری اطلاعاته که در خصوص سوابق کاری و تحصیلی شما هست، مهارت‌ها و توانمندی‌های شغلیتون رو نشون میده. در مواردی هم تو بعضی از مشاغل ممکنه خصوصیات شخصیتی شما هم در رزومتون ذکر بشه، مثلا توانمندی های کار تیمی دارید یا آدم صبوری هستید، ممکنه در رزومه نیاز باشه. هدف رزومه هم اینه که شما این سند رو تهیه میکنید برای اینکه دنبال کار میگردید و میفرستید از سمت خودتون به کارفرمایان، سازمان ها و نهادهایی که نیاز به نیروی کار دارن. اما رزومه ها از نظر انواع و ساختار و طبقه بندی های مختلفی هم میتونن مورد توجه باشن. یکی از طبقه بندی ها رزومه از نظر ساختار. رزومه زمانی یعنی بر اساس شغل هایی که شما در گذشته داشتید، سوابق کاری که در گذشته داشتید تقسیم میشه. معمولا بازه زمانی 5 تا 10 سال رو در بر میگیره، یعنی شما مشاغل 10 تا 5 سال گذشته خودتون رو به طور خلاصه با مشاغل آخرتون، یعنی آخرین شغلی که داشتید رو ابتدا می نویسید و شغل اولتون رو در انتهای لیست می نویسید. معمولا شروع میشه، این قدیمی ترین فرمت رزومه است و کماکان حدود 80% کارفرمایان بر اساس تحقیقات علمی رزومه زمانی رو نسبت به رزومه‌های دیگه ترجیح میدن. بنابراین اگر مدل دیگه ای رزومه رو نمیدونید، بهتره که برید سراغ رزومه زمانی. نوع دیگه ای رزومه عملکردی یا فانکشنال هست، یعنی بر مبنای عملکردهای شغلی خودتون مینویسید. مثلا مینویسید من مدیر فروش فلان شرکت بودم و مسئولیت هام دقیقا این و این مسائل بود، یا من حسابدار ارشد یه شرکتی بودم که امور حسابداری را در بازه زمانی فلان و فلان انجام میدادم. در این رزومه، یعنی در مدل عمل کردش، زمانی که شما یه دوره‌های بیکاری داشتید در فواصل شغلی خودتون، به جای اینکه رزومه زمانی بنویسید میتونید عمل کردی بنویسید، یا اینکه جایی که شما میخواید استخدام بشید و شغلی که در پیش هستید بیشتر به توانمندی‌های عمل کرده که شما نیاز داره تا دوره زمانی و مسیر شغلیتون میرید سراغ عمل کرد. نوع سوم رزومه هم به عمل کرد و زمان به صورت ترکیبی میپردازه. گاهی شما عملکردتون رو که مهمتره در ابتدا میارید و سیر تاریخی شغلی خودتون رو در بازه‌های زمانی در صفحه دوم رزومه میارید و گاهی ممکنه که برعکس این دوتا رو انجام بدید. با توجه به هدف شما و نوع کارتون و کارفرماتون میتونید ترکیبی از این دو رو عنوان رزومه ترکیبی بدید. یه نوع رزومه هم که بهش میگن هدفمند یا تارگتد، یعنی رزومه ای هست که برای شغل مشخصی ساختار کاملا منحصر به فردی داشته. میتونه ترکیبی از همه اینهایی که گفتم، زمانی یا عمل کردی باشه، یا یه شرکتی کاملا از شما یه ساختار یا تمپلیت یا فرمتی میخواد و اون رو در اختیارتون قرار میده، یا یه شغل منحصر به فردی که کاملا با خصوصیات شما همخوانی داره. مثلا یه طراح با یه نرم افزار ویژه‌ای میخوان و شما دقیقا همون خصوصیت رو دارید و براشون میتونید رزومه موردی یا هدفمند طراحی کنید و بفرستید. اما رزومه ها از نظر فرمتشون، قالب و شکلشون هم بازی ساختاری دارن. معروف ترینش و قدیمی ترینش رزومه متنی هست، یعنی رزومه ای که توانمندی ها و خصوصیات و مشخصات شما به عنوان کسی که جویای کار هستید نوشته متنی داره و معمولا متنی زمانی، یعنی رزومه ای که قالبش متنیه و ساختارش هم بر اساس زمان تهیه شده، قدیمی ترین و کماکان رایج ترین نوع رزومه هست و خیلی ها هم همین رو ترجیح میدن.
رزومه میتونه آنلاین هم باشه، یعنی یه سازمان ها، شرکت ها و وبسایت هایی درست شدن و حتی خود بعضی شرکت های بزرگ برای خودشون سامانه های آنلاینی درست کردن. شما میرید اطلاعات کاری، شغلی، قبلی خودتون رو در قالب رزومه در اون سایت ها وارد میکنید و اونها اطلاعات شما رو دریافت میکنند. و سایت هایی هم هستن که فرمت های گوناگون رزومه رو در اختیارتون میدن، میتونید ازش استفاده بکنید. نوع دیگری رزومه که با شبکه های اجتماعی کاریابی مثل لینکدین را افتادن رزومه های اینفوگرافی هستن، یعنی رزومه ای هست که ترکیبی از عکس و ویدئو و اینجور چیزا میتونه باشه که اشکالاتی داره این نوع رزومه. به این دلیل که عمده این مدیرانی که استخدام میکنن بیشتر با رزومه های سنتی و متنی آشنا هستن ترجیح میدن رزومه ها سنتی و متنی باشه. اشکال دوم اینه که توی بسیاری از سامانه های تشخیص متن رزومه های اینفوگرافی رو اون سامانه های هوشمند تشخیص نمیدن و همین خاطر رزومه اینفوگرافی شما ممکنه که از چشم مدیرانی که استخدام میکنن کلن جا بیفته. بنابراین نگاه کنید ببینید که اگر کارتون خیلی خیلی گرافیک مدار نیست یا خیلی خلاقانه نمیخواد باشه، بهتر برید سراغ رزومه متنی. رزومه ویدئویی هم در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها الان متعارفه، مخصوصا اگه شما میخواید اپلای بکنید برای ادامه تحصیل در خارج از کشور، ممکنه که دانشگاه اونجا از شما بخواد که از خودتون یک خلاصه ویدئویی بدید برای اینکه بتونن راحت تر راجع به شما تصمیم بگیرن، یا اگر میخواید هیئت علمی بشید در دانشگاه ها و سازمان ها و نهادهای علمی آموزشی، رزومه های ویدئویی هم میتونه انواع دیگری داشته باشه. اما رزومه زمانی و متنی متداول ترین و قدیمی ترین و پرکاربردترین نوع رزومه همین الان هم هست. فارغ از اینکه رزومتون چه ساختاری داشته باشه یا چه قالبی داشته باشه یا به چه منظوری طراحی بشه، همه ای رزومه ها یه اجزای استانداردی دارن. با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم اجزای استاندارد رزومه ها چی هست. همه رزومه ها اطلاعات تماس شما رو به عنوان جوینده کار در خودشون دارن. اطلاعات تماس معمولا نام و نام خانوادگی هست، آدرستون هست، شماره تلفنتون هست، ایمیلتون هست و همینطور آیدی شبکه های اجتماعی ویژه شما، مخصوصا شبکه های اجتماعی مثل لینکدین یا در مواردی که شما میخواید در حوزه آکادمیک و دانشگاهی شغلی داشته باشید، شبکه های دانشگاهی مثل ریسرچ گیت، اکادمیا، اینها رو هم میتونید بذارید. به این دلیل که بسیاری از تحقیقات نشون دادن با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی، کارفرمایان هنگام استخدام میرن سراغ فعالیت‌ها و سوابق کاری شما در شبکه‌های اجتماعی رو هم چک میکنن. این بخش اولی اطلاعاتتونه که تو همه انواع رزومه‌ها بهش احتیاج دارید و مطلوب‌تر اینه که عکس هم بذارید تو قسمت اطلاعات تماستون. قسمت دوم، تقریبا همه رزومه‌ها در همه شرکت‌ها و سازمان‌ها تو هر قالب و فرمتی اطلاعات مربوط به سوابق کاریتونه. باز اطلاعات سوابق کاری دوستان معمولا از جدیدترین مدرک تحصیلی یا رشته تحصیلیتون میاد و میره به سمت اولین مدرک تحصیلیتون. یعنی اگر شما دکترا دارید، باید مدرک تحصیلی دکتراتون رو ابتدا بنویسید، بعد فوق لیسانس و بعد لیسانس رو به ترتیب بنویسید. یعنی طرف اولین جایی رو که مشاهده میکنه مدرک دکترای شما باشه که مهمترین و جدیدترینش هست. بعدش در همه رزومه ها حتما سوابق کاری شما رو میخواد که باز خدمتتون عرض کردم. در رزومه های زمانی معمولا سوابق کاری خودتون رو از جدیدترین شغلتون، یعنی آخرین شغلتون هست، شروع میکنید، میرید به سمت اولین شغلتون که زمان بیشتری ازش گذشته و سعی بکنید اون دسته سوابقی رو بیارید که تناسب بیشتری با شغلی باشه که الان در پیش هستید. دسته بعدی اطلاعات همه رزومه ها مهارت ها و توانمندی هاتون هست. مثلا اگر شما با نرم افزار های مختلف میتونید کار بکنید، این در دسته مهارت های شما هست. یا اگر توانمندی های ویژه‌ای مثل کار تیمی دارید، مثل حل مسئله دارید، اینها رو میتونید در قسمت توانمندی هاتون بیارید. این دسته اجزایی هست که تو همه رزومه ها معمولا میخوان. اما اگر شما رزومه ای رو که میخواین به هدف آکادمیک یا دانشگاهی هست، یعنی شما میخواید در یه دانشگاهی ادامه تحصیل بدید، میخواید پست داک بگیرید یا به عنوان هیئت علمی میخواید در جای استخدام بشید، سوابق علمی پژوهشی هم جزء قسمت هایی هست که در رزومه ازتون میخوان. اما تو رزومه هایی که غیر آکادمیک یا دانشگاهی هست، این چهار قسمت اول رو میخوان. پیدا کردن شغل مناسب تو قرن 21 تبدیل شده به یه کار سخت و خیلی وقتا
یه کار تخصصی شده. به خاطر همین نهادها و سازمان‌های زیادی راجع به رزومه خوب مطالعه کردن. بر اساس مطالعاتی که در این خصوص منتشر شده، رزومه خوب یه سری مشخصات داره که شانس پیدا کردن شغل رو تو قرن 21 براتون افزایش میده. یکی از مهمترین نکاتی که توی همه رزومه ها باید رعایت بکنید و تحقیقات هم روش تاکید داره اینه که صادق باشید. یعنی اطلاعات فیک، نادرست، کارهایی که نکردید، مشاغلی که نداشتید رو در رزومتون نیارید. یعنی اگه کم کار کردید، اگه سوابق شغلی ندارید، اگه تازه کار هستید، بهتره که بنویسید این رو صادقانه تا اینکه اطلاعات بیارید که اصلاً واقعی نیستن. نکته دوم اینه که تو رزومتون دقیق باشید. به عبارت دیگه کلیگویی، صفات کلی و مبهم رو استفاده نکنید. مثلا اگر شما یه توانمندی منحصر به فردتون رو بگید، بگید مثلا من با فلان نرم افزار، مثلا نرم افزار ورد رو بلدم باش کار بکنم، به جای اینکه از کلمات، صفات و واژه‌های مبهمی مثل اینکه من خوب هستم، من توانمندی دارم، خیلی دقیق باشید و از کلیگویی کردن در رزومتون بپرهیزید. کپی کاری نکنید. رزومه ها و فرمت های فراوانی تو اینترنت منتشر میشن. خیلی وقتا ممکنه وسوسه بشید، برید اطلاعات دیگران رو بردارید، کپی کنید، به اسم خودتون منتشر بکنید. اولا وقتی کپی کاری میکنید، رزومه شما خیلی جنرال، عمومی هست و معمولا رزومه هایی که خیلی عمومی و قالب کپی دارن و بیشتر شبیه همدیگه هستن، خیلی مورد توجه کارفرمایان قرار نمیگیرن. دوم، کپی کردن اطلاعات دیگران غیرقانونی و خیلی موارد جرم هست. بنابراین از کپی کاری بپرهیزید. سعی کنید خودتون باشید و خود حقیقی خودتون رو در رزومتون بگنجانید. اینجوری شانس استخدامتون خیلی بیشتر میشه. سعی کنید تو رزومتون به این دلیل که صاحبان مشاغل، مدیرانی که استخدام میکنن، معمولاً سرشون شلوغه و گاهی با هزاران رزومه سر و کار دارن، کوتاه باشید، مختصر باشید و مفید بیان بکنید. حجم زیادی اطلاعات در 4-5 صفحه اصلاً مطلوب نیست. بهترین حالت رزومه حداکثر 2 صفحه است. یعنی بیشتر از 2 صفحه اگر بشه معمولاً نمیخونن. مگر در رزومه های دانشگاهی یا آکادمیک که تولیدات علمی شما رو داره، مثل کنفرانس ها، همایش ها و این چنینی، که یه مقدار بلندتر میشه. در رزومه های غیر آکادمیک معمولاً سقفش 2 صفحه است. رزومتون چشم نواز باشه، یعنی از فونت ها، نوشته هایی استفاده کنید که تناسب رنگی داشته باشه، زمینش مناسب باشه، فونتش خوانا باشه. از فونت های عجیب غریبی که هیچکی نمیتونه بخونه سعی کنید استفاده نکنید. و نکته خیلی مهمی که تحقیقات نشون داده اینه که رزومه هایی که دارای غلط های املایی و اشکالات فراوانی هستن، معمولا توسط کارفرمایان خیلی راحت ریجکت میشن، چون بی‌دقتی شما رو نشون میده. بنابراین تو رزومتون هیچ نوع اشتباه نگارشی املایی از هیچ جنسی نباید باشه. رزومتون ساختارمند و منطقی باشه. یعنی هر یک چارچوبی رو که انتخاب میکنید، مثل زمانی یا مثل رزومه‌ای که اینفوگرافی هست یا رزومه‌ای که عمل کردی هست، سعی کنید از یه ساختار منطقی تبعیت بکنید. اینگونه نباشه که در همریختگی نتونه نگاه کلی کارفرما رو نسبت به رزومه شما به تصمیم گیری برسونه. و نکته آخر این که همیشه سعی کنید مناسب با شغلی که انتخاب میکنید یه رزومه هدفمند و متناسب انتخاب کنید. یعنی یه رزومه کلی نباشه که به همه مشاغل بفرستید. معمولا وقتی کارفرمایان رزومه شما رو یه رزومه کلی میبینن، نادیده میگیرن. اما اگر شما مثلا میخواین برای استخدام شدن به عنوان یه حسابدار یه رزومه بنویسید و توی یه شرکت خاصی میخواید استخدام بشید، بهتره که رزومتون رو متناسب با اون هدف شغلی که انتخاب میکنید همگام سازی و تناسب سازی بکنید. تو عصر دیجیتال و عصر اطلاعات، ارائه کردن تقریبا بخشی زندگی روزمره همه ما آدمیان هست. البته من تعریف ارائه رو نیاوردم به این دلیل که امر بدیهی هست. یعنی صحبت کردن در مقابل جمع به هدف آموزشی، به هدف تجاری، مثل شما که پایان نامه‌تون رو در دانشگاه ارائه می‌کنید، یا سر کلاس به عنوان دانشجو مطلبی رو ارائه می‌کنید، به عنوان معلم یا استاد دانشگاه، یا به عنوان کارمند یه شرکت، یا به عنوان مدیر یه شرکت اطلاعاتی رو به کارمندان خودتون در یه جلسه بیان می‌کنید. اما ارائه یه سری مشخصات داره که میتونه اون رو موفق بکنه تو قرن اطلاعات. یکی از مهمترین مشخصات که من خیلی خیلی باش مواجه شدم، مخصوصا در دانشگاه، در خصوص دانشجویانی که پایان نامه دارن و میخوان ارائه بکنن، ارائه روخانی نیست. همین کاری که الان من دارم انجام میدم، از روی چیزی نمیخونم، چون اگه از رو بخونیم خیلی تصنعی، بی‌معنا و بی‌منطق میشه. بنابراین ارائه کردن هرگز روخانی نیست. این رو خیلی من برجسته کردم
به این دلیل که خیلی اتفاق میفته و معمولا افراد گفتگو کردن و ارائه کردن رو با روحانی اشتباه میگیرن. نکته بعدی که خیلی مهمه در ارائه کردن اینی که باید با مخاطبتون تناسب داشته باشه. سن مخاطبتون، جنسیت مخاطبتون، سواد مخاطبتون و همینطور ترکیب جمعیتی که دارید باشون گفتگو میکنید و ارائه میکنید حتما با نوع ارائهتون تفاوت داشته باشه. مثلا اگه برای کودکان ارائه میکنید باید از محتوای مناسب کودکان استفاده بکنید. اگر برای اساتید دانشگاه، مدیران شرکت ها و سازمان ها دارید محتوایی رو ارائه میکنید یا برای فروش کالا دارید محتوایی رو ارائه میکنید، مارکتینگ میکنید، باید مخاطب خودتون رو بشناسید و محتواتون رو متناسب با مخاطبتون بهسازی بکنید. همیشه در ارائهتون باید با آنچه که ارائه میکنید تسلط داشته باشید. اگر تسلط نداشته باشید هرگز نمیتونید یه ارائه خوبی داشته باشید. یعنی تسلط کلامی داشته باشید، چیزهایی رو که بیان میکنید محتوای خوبی باشه و بتونید محتوای خوب رو به زبان خوب هم بیان بکنید. بر محتوایی که میخواد ارائه بکنید باید یه پیامی رو بفرسته به مخاطبتون. این پیام از ابتدا تا انتها باید خیلی شفاف باشه، یعنی از به هم ریختگی محتوا و